ما در ابتدای اشاره کردیم به نظاممند بودن کلام خداوند. این خودش باعث میشه هم ما اشتباه نکنیم در تعریف هایی که میتونیم در مورد یکی از موضوعات الهیاتی صحبت میکنیم و اینکه دشوار میکنه اون تعریف رو برای ما. ما فقط میخوایم در مورد یک چیز دیگر دشوار میکنه از اون جهتی که اگر شما بخواید فقط نظرتون رو بگین در مورد این موضوع بیان بکنین خب آسونه، ولی اگر اون رو میخواید در کلام خداوند قرار بدین چقدر اون مطابق با قبل و یا موضوعات بعد اون خواهد بود. این هم یکی از اون موضوعات هم تو که شما گفتین وقتی خیلی از دیدها و موضوعات اساسی ایمان ما رو در نظر میگیره، به خاطر اینکه وقتی ما اون رو توضیح میدیم توضیحات بیشتری از کلام خدا میاد یا بر علیه اون یا موافق اون، پس ما باید توضیح برای اون هم داشته باشیم. و این همطور که گفتم هم کمک میکنه ما به انحراف نریم، هم که سخت میکنه کارو ما رو برای توضیح دادن یک موضوعی. این کتاب مقدس کتاب مقدس مثل این کتاب نیست، این الهیات نظام منده. شما هر صفحه‌شو باز کنین، خداشناسی، انسانشناسی، نجات‌شناسی، فرشته‌شناسی، همه‌شو توضیح میده با آیات مختلف و تمام توضیحات فلسفی و الهیاتی و تاریخی که وجود داره در اون باب. اما کتاب مقدس انواع مختلف نوشته شده. حقایقی برای ما آموزه‌های متفاوت رو در متون مختلف با سبک‌های مختلف نوشته شده. نثر هست، دعا هست، بعضی وقتا فرمول‌های الهیاتی هست. ولی اینا همش به نوع‌های مختلف هست که ما ازش اینا رو وقتی که می‌خونیم ازش فرمول در میاریم. از تو این حقایق الهیاتی رو آموزه‌ها رو در میاریم. حالا این آموزه‌های گرفته شده ای رو از کتاب مقدس که از در سبک‌های گوناگون و روش‌های متفاوت نوشته شده وقتی که در میاریم باید با هم یک همخونی و در نظامی باشن، با هم ربط داشته باشن، باید یک هارمونی بین اون وجود داشته باشه. حالا کار ما اینجا سخت میشه چون دو تا کار داریم. هم این آموزه های برگرفته از کتاب مقدس باید با هم همخونی داشته باشه و یک نظامی رو تشکیل بدن، هم آن چیزی رو که به عنوان آموزه گرفتیم نباید همخونی و هماهنگی خودش رو با کتاب مقدس از دست بدن. هیچ وقت نباید اجازه بدیم این آموزه هایی که ما میگیم از کتاب مقدس در آوردن کتاب مقدس رو دوباره تفسیر کنن، بلکه کتاب مقدس نشان دهنده آن چیزی است که بهش معترف هستیم. اینها باید در هماهنگی باشن، ولی آن چیزی که قرار تغییر بکنه کتاب مقدس نیست بلکه نظام های ماست. ما در مورد تجسم صحبت کردیم. تجسم خداوند و آموزه و شخص مسیح هم یکی از این آموزه هایی ازش هست که ازش گرفتیم. حالا ما باید ارتباط رو با کتاب مقدس حفظ بکنیم و باید با تمام آموزه های دیگر در هماهنگی کامل باشه. حالا چطور اینا با هم تأثیر میگذارن؟ شما یک آموزه رو مطرح کردیم، مثلا آموزه تجسم رو، شخص مسیح رو. توی ایمان مسیحی ما یک باورهای منفک و مجزا از هم نداریم که روی هم تأثیر نداشته باشن. هر آن چیزی رو که ما صحبت بکنیم، تعریف بکنیم، مفهومش رو بیان بکنیم، هر طرف این رو بچرخونیم، آموزه های دیگه هم به یک نوعی تغییر میکنن. ما این نظام طوری باید، حالا من دارم ویژوالم این رو میگم، این رو طوری باید تغییر بدیم، تکونش بدیم، مفهومش رو تعریف بکنیم، فرکانسش رو درست بکنیم که همه اینا توی فرکانس منظم با هم باشن. شما خشخش نباید داشته باشی، باید صدا رسا باشه، نه؟ حالا اینا به هم روی هم تاثیر میذارن. این کتابی که خدمتتون عرض کردم، Jesus in Trinitarian Perspective، این اصلا اسم کتاب مشخصه، خود مسیح در تثلیث. شخص مسیح رو داریم، مسائل تاریخیش رو داریم، مسائل الهیاتی و فلسفی که به شخص مسیح مرتبطه در ارتباط به تثلیث. تثلیث زاد پدر هست، زاد روح القدس هست، کارهایی که میکنه، این همه عین یک به هم تار عنکبوت به هم وصله. فرد ساندرز و کلاوس ایسلر رو نوشتن، اما پیشگفتارش رو جرالد بری نوشته. توی پیشگفتارش نکته قشنگی رو بهش اشاره میکنه، میگه بزرگترین دستیابی و پیروزی در چهار قرن مسیحیت، چهار قرن اول مسیحیت تا شورای کلسدان، ایجاد چارچوب و استخوان بندی است که در آن الوهیت مسیح با یکتا بودن خدا تطبیق یافته است. ایمان مسیح اعلام میکنه که خدا یکتاست. ما در مورد شخص مسیح هم صحبت میکنم، حالا اینو باید با هم هماهنگ باشن، این فرکانس ها یکی باشه. میگه باید با یکتا بودن خدا تطبیق یافته، هماهنگ و همگون گردن. بعد میگه این حقیقت رو که بیان کردیم، این هماهنگی رو با یکتا بودن خدا هم بیان شد و مشخص شد. حالا میگه نسل های بعدی بر همین اساس، من خیلی دراماتیک دارم صحبت رو دستان باید بگیریم، بر همین اساس موضوع کفاره، بر روی همین اساس موضوع کفاره پرورش داده میشه و
و کار و شخص روح القدس نیست به این تصویر تصویر بزرگتر متصل شده. پس بنا نهاده شده، بنا روی شخص مسیح، روی در واقع تسلیس به یک نوعی اگه بخوایم بگیم، روی این. تازه بعد میام مسئله کفاره هست، کار روح القدس هست، شخص روح القدس هست و مسئله مختلف. من میخوام اینو بگم که اینقدر مسئله محوری هست که به یک جورایی با آموزه تسلیس هم مرتبط بشه که فهم اون که ما این چطور میتونیم بفهمیم میتونه کمک کنه به بخشای دیگه ای که درسته. دقیقاً سوالی رو که من مطرح کردم وقتی پشت صحنه داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتم آخه عزیزان این چه تأثیری میتونه بر ایمان ما داشته باشه یا زندگی روحانی ما داشته باشه، و به این نتیجه رسیدیم میتونه داشته باشه. شاید تأثیر بر نجات ما نداشته باشه، برای ما نجات رو دریافت کردیم، ولی میتونه در سبک زندگی ما و چقدر راحت تر زندگی کردن ما در مسیح کمک بکنه ما رو. بنابراین این هم یکی از دلایلی که خیلی مهمه این موضوع. ما سعی کردیم امروز در بخش اول حداقل اهمیت این باور رو و این در واقع ایمان خودمون رو، این بخش از ایمان خودمون رو مطرح بکنیم. صحبت‌ها در این خصوص زیاد هست. دو برنامه دیگه برای عزیزان خواهیم داشت، مژده بهتون میدیم. برخواهیم گشت بیشتر این رو میشکافیم و بیشتر وارد اصل مطلب خواهیم شد. ولی مهمه که اول عزیزان بدونیم که واقعاً چیزی رو که داریم امروز راجبش صحبت می‌کنیم در خصوص تجسم خداوندمون عیسی مسیح، و همه به هم تبریک میگیم توی کریسمس، همه کریسمس مسیحا میرن میگن تجسم مسیح به شما مبارک. حالا این تجسم مسیح چی هست و برای من چیکار میکنه؟ حالا ما از اهمیت اون داریم صحبت میکنیم که چقدر وصل به بقیه باورهای ما، ولی بیشتر متمرکز خواهیم شد بر روی اینکه واقعاً چه این هم بهش به دوستان توضیح بدیم. این فرصت کوتاه که ما اینجا جلسه درس نداریم که ما از اول تا آخر چیز رو پرورش بدیم به یه نتیجه برسیم. اونجا یه گفتگو هست، یک صحبت هست بین ما، تو این مسائل حقایق رو مطرح میکنیم، فکرای هم دیگه رو به چالش میکشیم، فکر شما رو هم میخوایم به چالش بکشیم، در نهایت میخوایم یه مقدار بیشتر هیجان زده بشیم که این مسائل رو اینقدر راحت از کنارش نگذاریم. امیدواریم که بتونیم کمک بکنیم شما رو که در این ایام بیشتر لذت ببرین از جشن‌هایی که به خاطر تولد عیسی مسیح دور هم جمع شیم، چون به واقعیتی خیلی بزرگ میرسیم وقتی به تجسم خداوند نگاه میکنیم و ورود خداوند در خلقتش. ولی دوستان جایی نرین، با ما باشیم، ما برمیگردیم. تجسم خداوند به شما مبارک.